حساب کار 0-0 مساوی است. کاسترو سه چهار بازیکن رو احاطه کردند. رو به عقب کار میکنه برای اشجاری، یه پاس در عرض خلعتبری، خود خلعتبری میخواد عبور بکنه، اجازه کارو نمیدن. دوباره صالحی نژاد، حدادی برای خلعتبری، خوب میبینه این سمت احمدی رو، احمدی حالا توپ رو میفرسه بروی دروازه، کعبی اونجا دخالت میکنه، توی دروازه. یه گل زیبا و دیدنی که توسط اسماعیل فرهادی در قعر دروازه قرار میگیره. اشتباه بازیکنان استیلازین، دقیقه 32 صبحان رو صاحب گل میکنه. سرانجام حمید نشاجو تسلیم میشه و نزدیک به 10,000 تماشاگر علاقمند به تیم زباهن رو به خوشحالی وامی داره این گل. یه گل زیبا از این بازیکن اسماعیل فرهادی. ببینید توپی که فرستاده شد روی دروازه، اشتباهی که اونجا انجام شد و ضربه‌ای که بدین شکل رفت و در کنج دروازه نشاجو قرار گرفت. ببینید ارسال زیبای علی احمدی رو، توپ رفت روی دروازه، اونجا مشخص نبود حسین کعبی میخواد چه کاری رو انجام بده. در بین دو بازیکن ببینید چقدر زیبا سر ضرب و محکم زد و توپ رفت و در گوشه دروازه قرار گرفت. باید به روی دروازه بفرسته. مدافعین بلند قامت زباهن هم جلو اومدن، توپ فرستاده میشه به روی دروازه، یه ضربه عالی توی دروازه. گل دوم هم برای زباهن شک میگیره و باز هم این اسماعیل فرهادی هست که روی پاس خلعتبری موفق به گل زنی میشه. دقیقه 50 این مسابقه، زباهن 2 استیلازین 0. خیلی راحت در بین مدافعین استیلازین با یک ضربه دقیق در شرطی که نشاجو هم اثر گذاشت. ببینید در تصویر راسته چه اتفاقی رخ داد. خلعتبری نگاه کرد، به خوبی نقطه کور دفاعی استیلازین رو دید، از همه عبور کرد و تک ضربه‌ای که بدین شکل فرهادی زد، نشاجو هم اثر گذاشت، اما دیگه در مقابل دروازه نمیتونه سوپ رو جمع بکنه. ببینید بدین شکل ضربه ای که به توپ میزنه و به هر حال در حالا ضربه کرنر باید فرستاده بشه به روی دروازه. اولم میفرستن به روی دروازه، موقعیت از همه عبور کرد. در این سمت نوروزی، امرایی اجازه کار رو نمیده، خود امرایی، خلعتبری تک سرد میندازه برای امیدیان، حالا خود خلعتبری حرکت کرده، میده به خود خلعتبری، ضد حمله سری بازیکنان زباهن رو ببینید. خلعتبری در راه رفتن، یه پاس در از موقعیت و توی دروازه. گل برای زباهن روی یک حرکت تیمی و انفجاری. زباهن به گل سوم هم میرسه. این کارو فکر میکنم سینا عشوری بود که انجام داد. چه حرکت زیبایی، چه حرکت ترکیبی دیدنی رو انجام دادن. ببینید خلعتبری چقدر عالی کار کرد، با چشم باز یه پاس در عرض و این هم ضربه دقیق سینا عشوری. زباهن 3 استیلازین 0. تیم 10 نفری زباهن روی این گونه حرکات به گل میرسه. یه پاس در عرض، یه ضربه دقیق. دیگه نشاجو هم که چند بار واکنش نشون داده بود، این چنین باعث میشه که حمید استیلی در تفکرات خود نمیشه. با این سرعتی که این بازیکن داره، به هر حال این گونه توپ ها برای او خیلی راحت هست رسیدن به اونها. کریمی همکاری او با زندی در راه رفتن، به خوبی عبور میکنه از احمدی، زندی یه پاس رو به بیرون، موقعیت داره چاوشی و نقطه پنالتی. آقای هدایت منبینی دقیقه 92 نقطه پنالتی رو نشون میده. بالاخره
از روی حرکات فریدون زندی موفق شدن. ببینید این لحظه است که تکل بلند صالحی نژاد سرنگون کرد فریدون زندی رو و بلافاصله آقای مومبینی نقطه پنالتی رو نشون داد. حالا شهاب گردان زمین که عادت شدن ضربه پنالتی رو میبینید. شهاب گردان و علی کریمی کدام یک موفق تر خواهند بود؟ کریمی بارها گلزنی کرده روی ضربات پنالتی. کریمی ضربه رو میزنه و توی دروازه. خیلی هم خوب این کار رو انجام داد و خلاف حرکت شهاب گردان. حساب کار 3-1 میشه. یک بازی پرگل جذاب و دیدنی. شهاب گردان سرانجام در آخرین 90 دقیقه بازی سوم گل میخوره و از روی ضربه پنالتی همین اتفاق رخ میده. علی کریمی یکی از گل‌های خورده رو جبران میکنه، اما دیگه وقتی نیست که استیلازین بتونه